سازمان جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها مسلمان آزاده از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست فوراً با اقدامی جدی مانع درگیری های مسلحانه جاری بین کشورهای پاکستان و هند شوند. به گزارش شویوز این سازمان در بیانیه خود درباره پیامدهای خطرناک جنگ احتمالی بین دو کشور هشدار داد و تاکید کرد که دامنه چنین جنگی میتواند همه جهان را فرا بگیرد سازمان جهانی مسلمان آزاده در بیانیه خود با اشاره به شدت گرفتن تنشها بین هند و پاکستان افزود ما به شدت نگران این موضوع هستیم چرا که این دو کشور دارای سلاحهای اتمی هستند و بیم آن می که با شعل ور شدن جنگ بین این دو کشور از سلاحهای اتمی استفاده شود و در آن صورت شدت خسارت ها و قربانیان غیر نظامی غیر قابل پیش بینی خواهد بود سازمان جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها در پایان بیانیه خود از سران دو کشور خواست با رایزنی سیاسی از وقوع جنگ جلوگیری کنند و از طریق گفتگو صلح و آرامش را برای ملت‌های خود به ارمغان بیاورند. شاین زکراس اخیرا هند شاهد یک حمله انتحاری بود و پس از آن با طرح این مطلب که انصار وابسته به گروه عامل حمله تروریستی در پاکستان حضور دارند این گروه را هدف قرار داد. پاکستان نیز اعلام کرد که یکی از هواپیماهای هندی را ساقط کرده و خلبان آن را نیز برای ابراز حسن نیت به این کشور تحویل داد. لازم به یادآوری است هند و پاکستان از کشورهای بزرگ دارای سلاح هسته‌ای به شمار می‌روند